آقای سلام بر شما خوش آمدید. در اول اگر بگویید که همین 23 تنی که گویا شب گذشته افغانستان را ترک کردند از کدام رسانه ها بودند و از چه راهی و چه مقصد راه سپار شدند بسیار زیاد تشکر سلام خدمت شما همکارای شما و به تمام مخاطبین شما واقعا جای نگرانی داره که ما بینیم که در یک شب 23 تن از کارمندان رسانه‌ای که خبرنگاران و فیلمبرداران هستند افغانستان را به قصد اروپا ترک می و فرار را بر قرار ترجیح می ما شاهد ازی بودیم که این خبرنگارا نوقت آگاهی پیدا کردیم که نا میرن اما در اون نوقتی هم تماس گرفتیم هم مصاحبه کردیم با علت و علت فرارشان و علت مهاجرتشان از اونا پرسیدیم این خبرنگارا از وضعیت بسیار وخیم و از موارد را پرده برداری کردند که برای ما و برای تمام نهاد نهادهای خبرنگاری و حقوق بشری افغانستان نگران کننده است یکی از این خبرنگارا که قصد فرار به اروپا را داشت از افغانستان به ما گفت که مشکلات از جمله مشکلات امنیتی نبود تضمین کاری برای آیندهشان و همچنان آینده هم در افغانستان و همچنان سانسور هایی که از طرف مسئولان حکومتی مسئولان خود رسانه هایشان بالشان اعمال می شد اینا مجبور شدند که افغانستان را ترک بگویند و در یکی از کشورهای اروپایی پناگزین شوند ما این موارد به شدت نگران کننده برای افغانستان می‌دانیم این خبرنگارا و این رسانه ها از رسانه های دیداری افغانستان از تلویزیون های افغانستان بودن که همشان در کابل ایفای وظیفه میکردند شمار شما زیاد از اینا فلم بردار بودن یک چند خبرنگار هم در میان از اینا وجود داره آقای سابر از تلویزیون های افغانستان بله. تلویزیون بله بله معذرت میخوام آیا ای همه همه ها به صورت دستجمی یک جای حرکت کردن و ضمن از کدام راه می <تصفح> که خود را به اروپا برسانند بله این ۲۳ خبرنگار به صورت گروهی شب گذشته افغانستان به قصد اروپا ترک کردن اینا در مصاحبه که با خودم داشتن خاطر نشان ساختند که از طریق ایران به ترکیه از ترکیه به مقدونیه و از مقدونیه به سربستان و اتریش و بالاخره به با آلمان میرن همان گونه که شما هم شاید هستین و تمام بینندگان تلویزیون آشنا در جریان است دروازه های اروپا به روی مهاجرین سوری، افغانی و عراقی باز است و این هم خودش یکی از علت های تشویق کننده جلب مهاجرین میشه و اما عمدترین مشکلمی است که چرا افراد و یا خبرنگارایی که عملا مشاغل کار هستند و در رسانه کار میکنند اینا معاش میگیرن و مزد میگیرن دریافت میکنن اینا مجبور میشن که افغانستان را ترک این خودش آقای صابر پرسش داره و نگرانی های شدید خبر آقای صابر معذرت میخوایم قبلا هم صحبت شما را قطع کردم مسائل مطرح ساخته بودم که از کدام رسانه ها بودن مشخصا این خبرنگاران و مهمتر از همه شما چگونه آگاهی یافتین که این افراد افغانستان را ترک میکنن ما خدمت تان که کدامی دوستا و ای همکارای ما از رسانه های تصویری افغانستان از تلویزیون افغانستان بودن که همش در کابل فعالیت داره و از طریق کابل به ولایت های افغانستان هم نشرات دارن از جمله تلویزیون های مشهور مثلا تلویزیون یک تلویزیون تلور نیوز تلویزیون رای فردا تلویزیون خورشید تلویزیون شمشاد و دیگر تلویزیون دا حضور داشتن که اینا به صورت گروهی افغانستان ترک کردند و ما زمان آگاهی پیدا کردیم که یکی از این ما در فیسبوک یکی از خبرنگارا در فیسبوک در صفحات اجتماعی نوشته کرده بود که خبرنگارا افغانستان را ترک می و ما منحس یک نهاد حامی خبرنگارا در صدد ازی شدیم که ما باید بدانیم که ای خبرنگارا کی هستند و علت فرار از خبرنگارا چی است و در تلاش شدیم تا این خبرنگارا را پیدا کنیم که های شب حدود نصف شب بود که توانستم با سه خبرنگار که میخواستن فرار کنن تماس برقرار کنم و از طریق تلفن با اینا در تماس شدم و همه ای خبرنگار گفتن که به صورت گروهی بلد. لحظات بعد که نصف شب بود اینا افغانستان را تشکر, میکنن از شما... و میرن. تشکر از شما آقای صابر ممنون